با سلام دوستان عزیز، از اینکه یگانه تیوی را انتخاب کردین بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده و روی آیکون زنگ کلیک کنین تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً با گذاشتن کامنت، نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. حال میپردازیم به دیدن این ویدیو. ترکیه ممکن است مهاجران آلوده به ویروس کرونا را وارد یونان کند. روزنامه یونانی کات میرنی گزارش داده ترکیه ممکن است مهاجران آلوده به کرونا ویروس را به داخل یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مجبور کند. این روزنامه روز شنبه با استناد به منابع ناشناس مرتبط با مقامات یونان گفت شماری زیادی از مهاجران در شهرهای ساحلی غربی ترکیه متمرکز شده‌اند، گویی آماده ورود به جزایر یونانی مجاور خود هستند. بر اساس این منابع پلیس ترکیه با تنظیم حرکت مهاجران از مناطق دورافتاده داخل کشور به ساحل ترکیه قصد دارد مهاجران آلوده به کرونا ویروس را به سمت یونان و سایر مناطق اروپا سوق دهد. بر اساس داده‌های مرکز منابع کرونا ویروس دانشگاه جان هاپکینز ترکیه تاکنون بیش از 52,000 مورد مبتلا تایید شده به کرونا ویروس دارد و آمار مرگ ناشی از کرونا ویروس در این کشور بالغ بر 1,000 نفر است. در یونان بیش از 2,000 مورد مبتلا به کرونا ثبت شده است، از جمله بیش از 90 مورد مرگ بر اثر کووید 19. بر اساس گزارشی که به دست رسیده است، گروهی از پناهجویان ایرانی که توسط نیروهای امنیتی ترکیه از گذرگاه پازارکوله واقع در خط مرزی ترکیه و یونان به کمپی در عثمانیه منتقل شده بودند و در قرنطینه نگهداری می‌شدند، بعد از طی دوره قرنطینه به استان چاناکاله در غرب ترکیه منتقل شده و در حال حاضر در مراکز استرداد پناهجویان در شهرستان ایواجی به سر می‌برند. بر اساس پیش‌بینی‌ها این افراد در در از 48 ساعت آینده به یکی از سواحل چاناکاله منتقل شده و از طریق مرز آبی ترکیه اخراج خواهند شد.